سوشا مکانی دیواره دفاعش چیده در چارچوب کمین کرده برای توپ، ضربه زده میشه از کنار دروازه، توپ بیرون میره، ضربه که شهریار موغانلو زد. باسم واسه ارسال روی دروازه، فرصت برای موغانلو، گلزن برتر این روزهای پیکان به صدر جدول گلزنان لیگ برتر هم صعود میکنه. چهارمین گل موغانلو در لیگ برتر به ثمر میرسه. باسم واسه ای تأثیر گذار بود روی این گل. میثم نقی‌زاده ارسال میکنه توپ رو روی دروازه، فرصت برای بازیکنان مسجد سلیمان و گل تساوی به ثمر میرسه. زننده گل همون کسی که خطا رو گرفت، سجاد جعفری، با تلاش بیوقفه خودش یه خطا گرفت، توپ رو دنبال کرد، بین سه نفر تیزهوشی به خرج داد و همون خطا رو تبدیل به گل کرد. جلال الدین علی محمدی حالا حرکت از بازیکنان پیکان نیمه دوم سرعت بهتری داره، حرکت خوب، موقعیت هست، فراز امام علی سر بالا میاره، ارسال عالی روی دروازه، گل دوم. چه گل قشنگی، چه گل قشنگی، فوق العاده بود این حرکت، چه پاسی فرستاد فراز امام علی. یه ارسال روی دروازه، موقعیت خطرناک، گل تساوی. چه مسابقه ای رو داریم میبینیم، چه مسابقه ای رو داریم میبینیم. دبل دبل ها فکر کنم ادامه داره. حرکت از بازیکنان پیکان، پشت محوطه جریمه، فراز امام علی میچرخه بین دو بازیکن، فراز امام علی کجا زد توپو؟ بازی کاملا درگیرانه. علیزاده کوتاه برای حاتمی، بقلدری یه بازیکن رو فریب میده، پیش رو بر میداره، حالا ضربه مرغ قدرت، چه شوتی زد از پشت محوطه جریمه علیزاده. یه حرکت از فرزاد حاتمی، دوباره آوانتاژ داده فرزاد حاتمی، چی کار میکنه؟ تکنیکی نیست اما داره اذیت میکنه مدافع مقابل خودش رو، ضربه با پای چپ که تو از بالای دروازه به بیرون رفت، سمت چپ به عنوان وینگر چپ. حالا یه حرکت دیگه، فرصت هست برای نفت مسجد سلیمان، به بیرون بندازن، خطرناک، موقعیت عالی. چه فرصتی رو دقیقه 90 از دست دادن نفتی های مسجد سلیمان و فرزاد حاتمی. بلند توپ رو میفرسته به زمین مسجد سلیمان، فرصت هست پشت محوطه جریمه، یه زمین دیدنی، تعویض طلایی مهدی تارتار، صادق صادقی اولین برد مسجد سلیمانی ها رو در دقیقه 92 رقم میزنه. چه مسابقه ای شد. بله، این هم سوت پایان مسابقه با حساب 3-2، یه برد شیرین برای مسجد سلیمانی.